این شانس خودشون امتحان کنید. چرک نیست، دروغ هم نیست، شامورت بازی هم نیست. این ورق قرمز از وسط این ورقا پیدا کنین، 30 تومن برنده میشین. آقایون شانس پیدا امتحان کنن. نگاه کنین، بازم 30 تومن بردم. این آقا باز تومن برد. آقایون شانس خودشون امتحان کنن. 1 تومن به 3 تومن، 3 تومن به 9 تومن، 10 تومن به 30 تومن. هرچی این ورق قرمز از وسط این 3 تا ورق پیدا کنه، 30 تومن برنده میشه. آقایون شانسشون امتحان کنن، بستاقن. آقایون هرچی این ورق قرمز از وسط این 3 تا ورق پیدا کنه، 30 تومن برنده میشه. بستاقید که شتابنه موجب پشیمانی نخواهد شد. آقایون هرکی این ورق از وسط این ورق پیدا کنه، 30 تومن برنده شده. این آقا با 30 تومن برنده شد. بایشم بردم، 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 بردم. آقا برای بار 5 برنده میشه. آقایون هرکی این جوکر از وسط این ورق پیدا کنه، 30 تومن برنده میشه. آقایون پول بذارید. باختم. باختن موجب پشیمانی نیست. باز بذارید چانس رو امتحان کنید. بازم بذارید میباشید. آقایون بازم پول بذارن میبرن. یک بار باخت نباید ناامید بشن. آقایون رضا جان کن که خیته. نه دیگه بسه دیگه، زیاد بردی. من بزنم به چهار. باختم. میگم رضا با این پولا میشه یه عمر ساندویچ کالباس خورده. نه احمق جان، پس میخوای چی کار کنی؟ این شد حتابی. یه دست لباس شیک کن مامانی. باشه من؟ نه باشه خودم. بعد یه راز خونه حاجی و بردست عبدت جون جونه من. یه کنون کار کنی بعدش هم داری تو طرف همیده خسته کام داری. یواشکی میره پی کار که کسی نبینه تو فهمیدی؟ آخه کجا برم؟ برو گورستون. آخ رفتم جا نبود. برو جهنم. هر جو که دلت میخواد برو، فقط دست از سر من بردار. تو برو دیگه. نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. برو خونتون. خونمون. کیه؟ منم رضا. سلام آقا رضا. سلام علیکم رقیه خانم. حاج آقا تشریف ندارن؟ نه خیر، هنوز تشریف نیاوردن. اقدس خانم، اقدس خانم، آقا رضا تشریف آوردن. دم در بده، بفرمایید تو. آقا رضا بفرمایید تو. یا الله بفرمایید. سلام، بفرمایید تو. سلام. نمیشه نکن بعدی کلفتی من میبینی به حاج آقا جورتش نداره.
میدونی چند وقت نیومدی خونه ما؟ چی کار کنم دیگه؟ این کارهای تجارتی لامصب نمیزد، وگرنه من دلم میخواد هر روز بیام خونه شما. من که نمیتونم از این دیل بکنم. جون من راست میگی. بفرمین تو دیگه. اطرافی که با نکن. راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم. حاج آقا میگفت بی خودی به پای تو نشستم، تو دیگه نمیایی، اما من دلم گواهی میداد که تو حتما برمیگردی. حاج آقا از این حرفا زیاد میزنه، اینم حکایت مهری و عروسی گرفتن تو باشگاه. رضا جون واسه تو که این پولا چیزی نیست، اگه نداشتی باز یه چیزی. خودت میدونی که من مهره این خرج و پولا نیستم، اما آدم لجش میگیره که چی بدم مردم بخورن. آخرش هم بگم برنج شور بود، آقا تم انگار میخواد معامله بکنم. بفرم قربونه دست شما را بیخرم. قابلی نده رقیه، بودو برو در آواز. چشم. ممکنه حاج خان باشه. اقدس اقدس کجایی بابا جون؟ خدا مرگم بده. تو اتاق مهمون خونم پدر جون. اونجا چی کار میکنی دخترم؟ آقا رضا اومدن. سلام شما. سلام. سلام علیکم. قربان شما. بیا اینا رو به یخچال، اونم به تو آشپزخونه. خب چطوری؟ چه عجب این طرف ها. ما هر جا باشیم زیر سایه جناب عالی هستیم. بفرمایید. من نوکر شما باشم. اختیار داری، شما آقایی، سروری، نور چشم مایی. ما شما رو خیلی دوست داریم. همین دیروز داشتم گلگیتون رو به اقدس میکردم، میگفتم که آقا رضا چرا اینقدر کم لطف شده و دیر به دیر به ما سر میزنه. رقیه یه میوه چای چیزی بردی بیار. خب بعد کجا بودی؟ خوش گذشت؟ جای شما خالی بود آجا، مسافرت بودم. ما هر جا باشیم داغوی شماییم. با عزتون برای کارم یه چند روزی رفت بودم مسافرت. این روزا زندگی خیلی مشکل شده آجا، وگرنه اینجا خونه امید ماست. ما دلمون میخواد همیشه خدمت شما باشیم. شما محبت دارین آقا رضا. اگه حمله به دروغ نشه و فکر نکنین که دارم تعارف میکنم، باید بگم که شما رو از اقدسم بیشتر دوست دارم. ما مخلص شما. قربان شما، قربان شما. شما نور چشم مایی. نه فعلا با تو کاری ندارم رقیه. من از وقتی که یه الف بچه بودم کار کردم تا امروز. بله الحمدلله وضعم هم خوب. الحمدلله. رک بگم از شمام که خم اومده به خاطر اینه که سرت به کارت بنده. مثل جوونای این دوره دنبال رقاصی و حق بازی نیستی. بله اتفاقا باید عرض کنم اولویه بندم عقیده خود شما رو دارم حاج آقا. میگه جوهر مرد کاره. رحمت به اون شیری که کرده. از یه همچو پدری یه همچی پسری هم باید به وجود بیاد. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اقدس بابا جون یه لیوان آب خوردم وردی بیار. خب حاج آقا من با عزتتون مرخص میشم. اجازه میفرمایید. حالا شام تشریف داشته باشی. برمشه برمشه. همه قدم که ما زمیتو شدم باید ببخشی. اختیار بده دیگه رفع زحمت بود. ایوا آقا رضا به این زودی تشریف میبری؟ با یکی از تجار از طرف عربی قرار دارم که مجبورم برم. در ضمن امیدوارم این سوغاتی ناوکنم قبول بفرم. متشکرم. خب من اصرار نمی کنم. کار واجب تر از باید جده شما. خدا خدا فیزشون به امون خدا. دیگه شما تشریف نیاری. خیلی خوب به سلامت بذارم. ممت لکنم اینگیم چطا می شد ما یه پول می جور می کردیم و داماد حاجی می شدیم. چطا می شد بلنش خانم بشینم. نمی کنم. گفتم بلنش خانم بشینم. مگه زیرکه اخوات تو بیزرم تو روز برد. زیرکی نمی کنم. تو غلط میکنه. مگه مرض داری چرا میزنی؟ بفرمایید. میزنم خانوم. خانم من بچه دوست دارم. چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ روز که نزدم. میخواستی بزنی؟ چون میزنم میخوشم. آره چه برادر شما هستم، هم نوع شما هستم. خداوند شما رو مثل من از سلطان بدن عاجز نکنه. یه همراهی یه کمکی هم به من عاجز نکنه.
نازامن آقا داش برو بشین ما چرا بلند شدی؟ خب میگفتی من برای جمع میکردن دیگه. بشین داش آقا برو کنار. آقا برو کنار بشین داش. خدا جلوت بده. بشین با جون تاج خلق نشی. بشین داش بشین داش من برای جمع میکنم تو فلوت تو بزن. خانم اونا آینا اگه کسی دلش میخواد به این بیچاره بند خدا کمک بکنه دریغ نکنه، به خدا ثواب داره. این جوان هنرمنده اما مثل اینکه چش نداره. تفلک خیلی خوبم فلوت میزنه، اگه چش داشت میتونست تو مراکز هنری هنرنمایی بکنه آینا. اگه معتاد نمیشد آره وضعش هم خوب بود، اما چه میشه کرد، خدا اینطور خواسته. دست درد کنه برادر، روحت شاد، بدان که خوب میزنه. بشنو از نیشون هزایم از میگونم. انصافا خوبم میگونم، چشم چیزی نیست، آدم باز دلش روشن باشه. من برات حتما پولیت جمع میکنم، خیالت راحت باشه داشت. دست شما درد نکنه، این راننده محترم 5000 کمک کرد. ایشالله هیچ وقت تصادف نکنه. شما آقا این آقام یه تومن کمک کرد، کاش که میدید این مردم چقدر تو رو دوست دارن و همه دارن بهت کمک میکنن. شما آقا دست درد نکنه. شما آبجی این خانم هم صدقه سری بچه هاش یه تومن داد، جای دوری نمیره. بیا این دو تومنه بگیر، یه تومنه شو بده. این آقام یه تومن داد، باقیش هم نمیخواد بگیره. قربونه دسته، جای دوری نمیره. قربونه شما. تو بشین نمیخواد کمک بکنی، من برنگو بکنم تو هم بزن بکنم. شما نمیخواد کمک بکنی آقا. این آقام یه تومن داد، باقیش هم نمیگیره. شما آقا قربونه دستت، قربونه شما. شما آبجی قربونه دستت. شما آقا قربونه دستت. شما نمیخواد کمک بکنی؟ نه خیر، دلم نمیخواد کمک کنم. اگه یه کمک کنی بد نیست، کور عاجز ثواب داره با. دلم نمیخواد کمک کنم. آره نیست، این آقا دلش نمیخواد کمک بکنه. خدا هم به شما عوض بده. خب شاید نداشته باشه، عیبی نداره. شما آقا کمک نمیکنین، قربون دستت. شما کمک کنین، قربون دستت. خیلی ممنون. شما قربون دستت، قربون شما. انصورم پیدا میشه، قربون دستت. به این کور عاجزا کمک کنید. شما آقا قربون دستت. شما خیلی ممنون. شما قربون دستت، قربون شما. خیلی ممنون، جای دوری نمیره. 5000 تومان جای دوری نمیره. شما کمک کنید، قربون دستت. شما آقا قربون دستت. شما آنو یه تا 5000 جای دوری نمیره. قربون دستت، خیلی ممنون. قربون دستت، خیلی ممنون. قربون دستت. آقا یونی جزه بدن من. قربون دستت. قربون آجی جون، ای جود من پیاده بشم، راه برای شما باز بشه، بعد من سوار میشم. بفرما. قربون شما. بودو رضا جون، بودو مواظب و تصادف نکنی. نه برو تو. بودو بوده نهارمون در اومد. میگم رضا جون یه با موتور. نه با بزن بری. رفیقمون رو میخوام باید شوخی باشه. آو یه آره نه دو سه آتی آتی بود من انداز باشه ببن ببن که بگیت ها قبل از تو کارو کنیم بگه لنگ ببن یک گره یک کافیونی بگذن بخته بزن بره
بگو باشه من خیلی دارم من از این کسی ها نمیدارم بندازم که درد نم نمیشه آره تو میری اومد تو چی گذاشت تا خودموشش کن یه بره نمیدید یه بره دوست تندره سندره شپره قدرفت کنه دست بردم به تو اول برداشم محکم گذاشتم تو بره بغلی بغلی رفت تو بغل بغلی کافه تو هوا منم علی بیرون تا آمدی به جامعی حاجید یه جای امنی بود آره بقید فرس اوره منم از پرسم رفتم تو جیب بغل بغلی مگه نرزا آره نوشتون بند مخلصا هرچی بخوای نمیخونم شادی نصیبه رفیقت مشروب نمی کنه نوچ نوچ خیلی نه آره طرف هم مرد نشده من مرد نشدم حالا میبینی چی جوری مردم اونا مرد روز ببین چی کار میکنه بسر دیگه بعد نه ماما دوش دارم من دوست دارم برم براتون برقصم برقصم اگه مست کردی من دوست دارم آخه برم برقصم دیده ببین دوست دارم برم برقصم دیدی من میخوام برم برقصم
تقصی خب بفروشی که نمیفروشم آقا نمیفروشم اگه زور اختیار ما رو دارم بده اسمه خیلی خب 70 تومن بیشتر از اینم نمیخرم لا اله الا الله آقا جون یه دمه تشریف بیاریم آقا آقا کیه هم جره با تو آقا اینجا آقا ندیده خدا وکیلی بگو این گردم آره خدا وکیلی شو بیشه من یه نگاهی بهش آره برای در چرا نمیشه میگی من اینو 72 تومن یه پاپوسی هم بیشتر نمیخرم هم چرا میخره اصلا تو نمیفروشم آقا میرم این چیه؟ بگو بینم این به چه دردی میخوره؟ این گردن بند فروشیه داشت کلایم آخر متلا تلاس دیگه اونم چه تلایی نه مال زن عزیزمه از رونو علاجی دارم میفروشه خیلی قشنگه با مال شهر فرنگه راستی میگم ها خوب شد که نفروختیش از 100 تومن هم بیشتر میارزه تو پایین زندگی بیرم همشنی تو مارا کجایی؟ ما مالا همین پایین ولایت هم همین دوره برا خب واسه چی مالی توییتر؟ والا اگه خداییشو بخوای ما تا حالا تهران نیومده بودم ما یه باقی تو ده دروم که سال به سال از تهران میامدن و میوهاشو پیش خرید میکردن اما امسال یه پیش فروش نکردم حسابش کردم که اگه خودم بیارم بفروشم سر بهش بیشتره کنفت خوب فروخته نه بابا اون نامردم میخواستن سر ما رو کلاه بذارن اما ما از اونا زرنگترم بودم یه جایی دیگه و به قیمت خوبی فروختم بعدش هم گفتم حالا که بعد چند سال پامون به تهران رسیده یه شب تهران میمونم که اگه مردم حسرت به دل نمیرو آره تهران شهر قشنگه اما به گرفتاریش نمیارزه سه روز زنم افتاده تو خونه بچه‌م مریضه از رونو علاجی این گردنبند 300 تومانی رو میخوام بفروشم تو امری میخوان ازم 70 تومن بخرن طلای صورت آره ولی من بهش نمیدم ببین همسری ببین چه برخی میکنه چشم از نگاه کردنش سیر نمیشه تو آره سیر نمیشه تو نگاه کن نگاه راستی هم نوشتاش داره نامستب عجب جلایی داره چه جبروتی داره بس نگاه بدین چه قضای گنده نگاه کن چه برقه میزنه نگاه کن پدر آمرزیدی چی درست کرده ای دست و پنجش در نکنه علمه صنعت هنره وقتی همه اینا دست به دست هم بدن یه همچین جواهر بی بدلی درست جمع شد مگه این هم ساخت ماشین هم نکنه مرغ امریکایی هم ماشین کدومه مرغ امریکایی چه برادر ساخت دسته ساخت دست انسون هم ای دست و پنجش درد نکنه اینو واسه من سفارش از خارج آوردن از کشور خارج جون من راست میگی خارجی هم آره جونت خارجیه دلت میخواد این مال تو باشه حاضرم جونمو بدم تا این مال ما بشه آره تو راست... میتونی اینو واسه من درستش بکنی؟ منظور جنابالی اون زنه بود خب آره دیگه شما خودتون گفتین درستش میکنی تو یه ساعت منو منطقه خواهد کردی آره. که چی بشه شما خودتون گفتین درستش میکنین به من چه مربوط من این گردن بنده گفتم مرد حسابی نه این که اون زنه رو آخ خجالت بکش من به من چه حاجه ها داره دوباره کورس بده کل ببینم بره خانم از خودو بره فروختی آره فروختی یارو از مرحله خیلی پرت بود جون من چرا میزنی؟ دماغش سوخته حالا منو میزنه باید یه فکر کرد چه فکری؟ بذار تو چند روز پیش عقص نرفتی مگه چی بده؟ خودم هم نمیدونم چرا نمیدونی؟ بعدیش اینه که خیلی من دوستش دارم خب چرا زنت نمیشه؟ بعد وقتی اینه که اون میخواه ولی من دستم خالی و ریشم گرای این اسکن لامطلبه آخه باباشم جواهر فروشه اونم با من بمیرم و تو آمری که دست دخترش نمیذاره تو دست من که خب به باباش چه خود دستشو بگیر بذار تو دست ده ده چرا میزنی؟ تو دهنتو وا کردی و حرف زدی؟ دارم حرف بزنم اما پر بدکم نمیگی ممالی میگم چطوره دست بابای اقدس بذاریم تو حنا اون وقت دستش گلی میشه نخنگ خدا حنای راست را سکی نکه اگه اقدس راضی بشه با هم کنار میایم اون وقت آره اون وقت حاجه مجبور میشه از رو ناچاری رضایت بده و خودش عروسی ما را را بندازه نمیریم ممنی راست میگه عقل هر چیز به هزار نمیزده خب را بره 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 عروسی گرفتن که اشتباه نیست این رسم جونم آخه عقلت شون چه اشتباهی از این بالاتر که آدم مالش بده یه عده گردن کلاف بخورن تازه آخرش میکی بگه میوش همچی بود یکی بگه پالش خوب دم نکشیده بود از خبری نگذاشته آخه قربونت برم اول زندگی اون بی خودی خودمون رو تو خرج بندازیم که چی بشه
خوبه که حاج آقام چیز زیادی ازت نخواسته، وگرنه اون وقت چی میگفت؟ معلوم میشه منو دوست نداری. من واسه خاطر تو حاضرم جونم هم بدم، پول که قابلی نداره، ولی آخه تو حساب حاج آقای منم بکن دیگه. میدونی حاج آقای من مرد مقدسیه، اگه قرار بشه تو باشگاه عروسی بگیریم ها، حتف دارم که نمیاد. خب اگه توش تو نگیریم اون وقت حاج آقای من بعدش میاد. تو باید هر جور شده حاج آقای. خب راجب دوماد آینده داشتی میگفتی، جوون مؤدب و سمجین جوونی کم پیدا میشه. این جوون انقدر چشم و دل پاکه که سرشو بالا نمیگیره دختره رو نگاه کنه. همین اخلاقش هم هست که محبتشو تو دل من انداخته. شانس آوردی حاجی که یه همچین دومادی گیرت اومده. البته سبیه‌ام دور از جناب دخترهای دیگه است. همین چند دقیقه پیش که نمونهشو ملاحظه فرمودی. بله، دختری که تو خونه شما بزرگ شده باشه معلومه دیگه، بایدم با سایر دخترها فرق داشته باشه. جان آخه چرا نمیتونی عقلت شون؟ کاری نداره که، قربونش برم جون. جان چرا رود نمیشه عقلت جون؟ خجالت میکنی؟ از حاج آقا خجالت میشی؟ الان ترتیبش میدم با اجازه حاج آقا. ببخشی نه خوب شد آلی شد گر پشت رو نزم با اجازه حاج آقا. دیدی ترکیب حاج آقا رو دارم، حالا درار بیا عقلت شون جونم من در رو رفتن شون. اصلا میخوام من چشم ببندم. میترسم بکنی؟ نه با نبکنی. میترسم؟ نه نه تر ببین، من چشم رو میبندم اصلا بستم. بگو جونتو وانه میکنم. جونتو وانه میکنم عقلت شون، بیا دست من میذارم. بشین اینجا چشم. تو خیلی واقع بازی. میترسم بکنی؟ جونتو وانه میکنم عقلت شون. قول میدی؟ آره قول میدم، قسم میکنم هر کاری بگی میکنم عقلت شون، فقط تو در بیا. بس چشماتو ببند. بستم دیگه. از رو انگوشتت نگاه نکنم. جونتو بستست نگاه کن. بهت گفتم که نگاه نمی کنم، از سواریم نکن. زودتر لباست در رو، زود باش لباست در رو لامستن. آقا چی؟ آقا چرا روز نمیشه کار نداره؟ آقا الله برمونه جو یه ازت چه کاری نداره؟ دارم میشه خدا بیلن. مگه تو قول نداده بودی چشما تو بابا؟ من چشم بسته است جون خدا، چشم بسته است. من که با تو دروغ نمیگم، من هنوزم چشم بسته است. دیگه عقل جون چیزی کاری نداره جان. چقدر حسن من آقا کاری نداره. بابا به دادم بابا کنم بابا اونو بدش به من، لباس تو بپوش. پس من چی کار بکنم؟ چی میدونم، پیرهن تو برد و بپوش. چوز بکش، چوز باشن نمیاد. برستم یالا به جون خدا جون. اصلا تمام این کاره تفکیره کارو دارم بپوشم بکنم. چل نکن، فکر بد میکنم. سود باش بپوشتی. تو گفتی بهم لاخشا تو من برسم دمی در تو پوشیدی، ولی به شرطی که بجم. خیلی خواب کنی سرده خواهی در دسته یا کیه؟ منم اومدم آقا جون. سلام آقا جون. سلام دخترم، واسه چی چادر سرت کردی؟ جایی میخوای بری؟ نه آقا جون، آقا رضا اینجاست. ای بابا، این که دیگه چادر سر کردن نداره. آقا رضا که غریبه نیست. وای 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 جبرم. آخه تنها بودیم، خجالت میکشیدم. مگه رقیه خونه نیست؟ نه آقا جون، خودتون دیشب بهش گفتیم بره نوشو ببینیم. به خدا اینقدر تنهایی خجالت کشیدم که نگو. قربون اون شرم و حیات برم دخترم، پیرشی بابا پیرشی. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. سلام آقا رضا، خیلی وقت تشریف آوردی. یه کمکی هست حاج آقا. خب بفرمایید بشینی. من دیگه خواستم با عزتون کم کم بفرمایید آقا رضا. البته اگه عزت بفرمایید، چون با عزتون کار دارم، یه خورده باز برم به کارام برسم. آخه چه تو هنوز نیومدی میخوایم بری؟ خب دیگه آخه یه خورده بشین. آقا رضا. حالا که آقا جون اومده بفرمایید بشینید.
قرض عرض سلام بود. بنده به اندازه کافی مزاحمت ایجاد کردم خانم. اخی این چجور عرض سلامیه که هنوز نیومده؟ آقا جونم، آقا رضا وقتی اومدن بهشون گفتم شما منزل نیستین، ایشون هم چه خانکی گفتن کار دارن. حالا تو رو دروازه گیر کردن، برای همینه که میخوان برن. مگه نه آقا رضا؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ اقدس چرا هستی بابا تو کشتر والا داشتم گردگیری میکردم که آقا رضا اومدن، تا رفتم در رو باز کنم گل پشت رو نداره آج آقا پایزه بنده مرخص باشین. تشریف داشته باشین، میخوام چند کلمه با تون صحبت کنم. بفرمی بشینیم. بفرمی بفرمی اقدس تو باری بیرون دخترم، باری ببینم، برو برو برو. چی شد آج آقا؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نشده، ولی میترسم یه چیزی بشه. الان مدتیه که شما رو دختر بنده اسم گذاشتین، همه اهل محلم میدونن که شما میایین و میرین. همین امروز یکی از دوستان از من میپرسید که پس عروسی سبیه چطور شد، اما من جوابی نداشتم که بهش بدم. میدونین آج آقا، آخه باید ترتیبات کارو فراهم کرد. الان مدتیه که قرار ترتیب کارو بدی، هی امروز و فردا میکنی. رک بگم آقا رضا، من شما رو خیلی دوست دارم، اما تو محلم آبرو دارم. آخر این هفته بهتون مهلت میدم تا ترتیب کارو بدی. چشم حاج آقا، چشم، حتما. اتفاقا درست قبل از اینکه شما تشریف بیارید خود منم تو همین فکر بودم حاج آقا. چشم، به روی چشم حاج آقا، حتما ترتیب کارو میدم. خب با عزتون دیگه من مرخص میشم. بیزه میفرمه حاج آقا. حالا تشریف داشته باشین، یه چایی، میوه، چیزی میل کنی. نه دیگه مرخص میشم آج آقا، با عزتون، قربون شما، خدافظ شما. صاحب اختیاری، یا الله. ببخشید، خدافظ، قربون شما. دیدی که راد فاشد دلم ممل، دارتم که واده. سلام آوری ها؟ خفه خون بگه. من که چیزی نگفتم، فقط گفتم آره. دوست دارم بگم آره دیگه. آر باره تو را چه به این حرفا؟ باش من اصلا با تو قرم. خیلی خوب قرم نکنم عمل جمعون، چه دل نازاش. خیلی خوب میدونی چیه؟ نشو، منم خیلی خوشحالم که نشو. فکرشو کردم دیدم تا آخرم جلوی دختره طرف کندم. خب تو که نیت خیر داشتی. اصلا میدونی چیه؟ من همه کاره هستم، ولی این یکیشو نیستم. ببینم پس چی کار میکنی؟ هیچ، این مشکل فقط پول حل میکنه. باز رفت دنبال پول، همینو همین. باشه، من پول دوست دارم، بریم. دوست داری؟ پس بزن بریم دنبال پول. بریم پیش. تقصیر منه، خودت خراب کردی. به من که مرکوز اگه تو کنم برای خودی که اینجوری نمیشد کرد. من اصلا ندید خودت خراب کردی. بگاه خیلی معذرت میخوام، معذرت میخوام که زور رفت کنم. بگاه ما کشیم. خدا ببخشه. ای بی نداره زدار. همه جمع کن. ها؟ چیه؟ چوچه فیله؟ بدای سرتون. بیچه بیتر بیاد زورت. داشت این رفیق ما یه خور بیتر بیاد. ای نداره. باز ببخشیده. بفرمید. بفرمید. زورت بخواید. گرم بوده دست. از همین بغل خریدم. قربون شما. ما سنگ دست شما رو رد نکرده باشم. یه خوردم میخوام. منم میخوام. اتفاقا خیلی هم دوست دارم. اما بدبختی های زندگی واسه آدم حالی نمیذاره که داد. بفرمون بشین. قربون شما. آخه میدونی تفریح نره پیرم ناخوش رو به قبله. آره. تو این دنیا بیشتر از هر چی که فکرشو بکنین دوستش دارم. حاضر نیستم یه خار بره تو دارش. اما از بدبیاری من بدبخت حالا زمین گیر شده. الان دو ساله. آقایون شما اینجا نشستی؟ آره میبینی که نشستی. ببخشین که حرفتونو بریدم. طور نیست، حرفتو بزن. ببخشین جسارتیه، میخواستم ببینم اگه واسه تون زحمتی نره. این دو چرخه مال فقط دو دقیقه بپن تو من برم این پشت آقا یک گرفتاری فنده پیدا کرده. آه اشکالی نداره، ندارش همین بقیقه. قربون شما، خیلی هم ممنون. گرفتاری داری دیگه. قربون شما، خیلی مورد. دیدی من چیزی مستوری کردم؟ چه میشه کرد؟ آدم باید به همهش کمک کنه. آره صحابی رفتونم شاب دلازین برا مادرم که مریضه دعا بکنم. ایشالله خوب میشه. ایشالله
گفتم خدایا من فقط 100 تومن پول بیشتر لازم ندارم. اون وقت برای مادرم انقدر گریه کردم که بیهوش شدم داشت. تو بیهوشی یه صدای شنیدم که گفت ای بنده من، ای بنده من. چیه؟ نبه که من ما این پول برات نیست گرفتم، من مادرم از تو میخوام. دست ازم بچه ول کن دیگه. نمیخوام من باویه کنم. عیب نداره برادر، درست میشه. آره داشت درست میشه. آره هی اونجا رو ببین، میبینی؟ میبینی؟ گردنبند، یه گردنبند طلا، طلای طلا روشم نوشته ادا. اونجا روز زمین افتاده بود، این همه آدم اومدن رفتن، هیچ کدومشون نید. این خواست خدا بود، فقط من دیدم و تو. روشم اسم خدا نوشته شده. خیال میکنه چرا؟ نمیدونم والا، نمیدونم. چی رو نمیدونه؟ این همون پولیه که من از خدا خواسته بودم دیگه. میبریم میفروشیمش، باشه؟ باشه. آها، این داده بیداد امروز جمعه است و تمام زرگریان بسته است. خدای چیکار کنم؟ گوش کن، این 400 تومن شیرین میارزه، نصفش میشه 200 تومن. من اینو ور میدارم، 200 تومن میدم به تو، باشه؟ برکرت هم هستم داداش. اختیار داری شما آقایی. اما من که پول ندارم. اینو تو وردار، 200 تومن بده ما، باشه؟ بله. من همش 120 تومن پول بیشتر ندارم. من فقط 100 تومن از خدا خواستم. بداش بیا بقیهش مال تو. بفرمایید خودتون بشماره. نیازی نیست داش، قبولت دارم. خب حالا اگه اجازه بدین من با اجازتون مرخص میشم. برو داش، برو دست علی به همراه. برو داش، خداحافظ. باش خوش اومدی مشرف، خوش اومدی، خواهی تو سرت گول شو. مرد آقا جون آتش کن بریم که خیت هست. چی آتش کنم؟ دو چرخه رو بازم ببینم با تو بچه کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ خب داریم یه جایی میریم دیگه. آره داریم میریم خونمون. خداحافظ شما جون احمد، میری خونتون. کجا گیرت آوردم؟ اینو میبینی؟ آره بابا میبینم، کور که نیستم. میبینم بابا چیه؟ یه توقعه دو چرخه حلقه دیگه، شایدم حلقه عرضتون بشه. تو برای این حلقه یک قرونی 65 تومن از من بدبخت پول گرفت. من؟ به جون شما من نبودم. آقا ریزای ما اگه کارو نیمی کنه حقباز بوده، کلا بردار بوده، چاخان بوده. ببخشید ساعتون چنده؟ من باز برم مسجد، میترسم نمازم قضا بشه. خدا حافظ. بریم باجا شده ببینم. فلش کن ببینم چی کارش داری. کاری باش ندارم، فقط میخوام جیباشو بگردم. همه جیبای منو بگردده. بلکن منم ده تو بلکن بلکن که دوز گرده بلکن منم. برای اینکه ببینم از این آتش خالا بازم تو چی تا چه مربوطه. ده تا بل کن عجب پرروه، میخواد چی به آقا رضا رو بگرده. میزنم تو گوشه تا. بس اینا چیه ناکس؟ اینا چیه؟ مثل این که مال دوزی نداری؟ اینا مال رفیق هم هم اینا. خب ما تو خیابونا میگردیم از این چیزا میفروشیم، مال خودمون نیست. بله حالا حالا راستشو بگو ببینم، این حلقه رو به چند انداختن؟ 65 تومن. چرا 5 تومن بیشتر نمیارزه داشت؟ خجالت نمیکشه، عین کنه چسبیده، بزنم تو سره. اما بله حالا خب 45 تومن شو رد بیار. حالا من که حالا پول پیشم نیست، باید بس برم من یکی قرض بکنم، یعنی که این دو چرخه هم بهت میپوشم. دو چرخه تو بفروشی؟ آره دیگه مجبورم، چه کنه؟ تا که مسلمونی سرت نمیشه، دو چرخه هم بهت میفروشم. ببینم دو چرخه مال خودته؟ آره نوی نو هم هم تازه خریدیم. بله خب چند میخوای بفروشی؟ حالا 350 تومن یه ماه پیش از کمپانی زیمبالاتسکی خریدیم، 200 تومن هم یه شه کمتر نمیدیم تو نمیره. بله آخه اینو کی 200 تومن میخره؟ پس چند خریداری؟ اگه کاغذ خرید داشته باشه بلکه 100 تومن. همه چیز داره، مثل عروس هم رامده. تماشا کن
اینم هم میخوام. ببین چرخه چقدر خوب میچرخه. قراره فردا بریم نمرش بکنیم. نمره ترانزی. میگم چطور اینو به من بفروشی؟ خیلی خوب. مال تو. اول به آنش بده، بعد سوارشو امتحانش بده. خیلی خوب داداش، پس این پیشت باشه تا من دوچرخه رو امتحان کنم. وقتی برگشتم میریم محضر، معاملش رو تمام میکنیم. باشه؟ باشه، هر طور که ملت بره. قبل از اینکه بریم محضر خوب نگاش کن. اگه راضی بودی اون وقت بریم محضر. خود سوارش رو امتحانش کنیم. ببین چه میگم؟ یه گشتی بزن، ما همینجا هستیم. اینا ببخشید که معطلتون کردم. شمایی؟ آره خودم هم. اینجاتون چی شده؟ رفته بودم اون پشت چیز کنم که با یه یارو جیگولو دعوام شد. گفت اینجا چرا دیگه؟ گفتم به تو چه؟ مگه تو مفتشی؟ مگه قبل باباته؟ اون وقت پریدیم به هم، یکی اون یکی من. خلاصه همچی خوب مال اون دمه. خوب مال اون دمه. پس دوچرخه من کوشش. دوچرخه؟ آره دوچرخم کوش. والا نمیدونم دو چرخت؟ آره دو چرخم کوشش. داشت شده باید برده. داشتم. هی اونجا رو نکن با جنه. یارو اونجا تنو دو چرخه رو نبرده. نمیتونه دستا فرار کنه. الان میرم دخلشو آره، میارم. آره برو بگیرم. داداش ساعته یه ها دعوات میشه، ساعتت میشکنی. راست میگه. قربون دستت. مواظب باش که دستت نیفته. یاد آره باید بگیرم. Let me just stop, please, Kay. Yes, yes, yes. Tash card. Mama. Yes. Bad clock ball. Can I get a bar to walk on? Yes, 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 yes. Tash card, Tash card, Tash card. این سیسه سگ مریم رو خبر میاد. عجب سگ درازگوشی داری شما. آخ خراشیده شد خک بچه. به من چه تفسیر سگتونه؟ ای یه سوی خیلی ماما دوز کلات با بریم دوز کلا؟ یس یس برای کلا؟ یس بودو 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 سگی زیبا بودو. سلام قربان. سلام علیکم. بفرمه بسر ببین آقا چی لازم دارم. Hey, yes, what do you mean, Mr. Pinker, the slime for you? Of course. Of course, yes, yes, of course she has. And... شما چی لازم هست؟ سیگار خارجی لازم؟ No. ما سیگار خارجی لازم نیست. آقا موسیقی چی میخواه؟ Everything is what you want. Sweet. Yes, mom, it's my one, it's my body, and it's real. Ratatapantin, it's my way. Oh, yes, and listen to your hands, set the ruining in your ass. خیلی خوب، حالا فهمید. Right. قزال لازم هست. No, oh, yes, yes, yes. ما چیز لازم هست که دم کرد, پوکرد, بعد, آمه من باید بیام و ترجمه بشم برا یه بیا نگاه کن این میخ چسبیده به زمین میزنم این هست برنج او هست برنج من مقداری از او لازم هست برنج بله هست برنج پنج کیسه آره آره پنج کیسه کافیه من لازم هست یک کیسه وان کیسه یک کیسه یک کیسه بذار اونجا ممنون یکی دیگه هم بذاروش ممنون یس نو گوشتون موسیو این دو تا کیسه هر کدوم 30 کیلو هست یعنی 3 تا 10 کیلو یس 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 دیگه چیز دیگه لازم هست او من هست مقداری لازم از این از این یس یس پیپس این هم بذارم از این از این از این یس یس این هم بگیم بیا این سبد هم بردار نو وای من مربا میخوام آه نه مربا لازم نیست این نوکونش فرقی نداره دیگه چیزی لازم هست آه دیگه چی فایسی فای فای یس یس نو خودش میدونه آه ببینم همش روی همیشه 800 30 4 تومن و 8000 دیدی بچه من همه پولا ایرانی داد این انگشتر برای کانون خرید دیدی بعد من از شما کلی معذرت خواست آقا میشه این انگشتر گذاشت اینجا پیش شما جنسا برد بعد رفت پولا برد جنسا داد به شما پول برد میدونید موسیو من لازم دید اون انگشتر او شما لازم دید انگشتر بفرد من این انگشتر را 2000 تومانی کردی 2000 تومانی یه 2000 تومانی این انگشتر را خیلی باشه مصرو باشه شما این انگشتر داد صندوق داد صندوق بعد اجناس رو برد اول اجناس برد بعد انگشتر داد
بسر جنس های موسیو رو ببر بذاریم. آقای صندوق، حتما شما شنیدون آقا چی گفت؟ من این انگشتر گذاشت اینجا، بعد پول آورد، انگشتر برد. البته رسید لازم هست، حتما شما باید به من رسید داد، چون انگشتر خیلی خیلی گران هست. متشکر. از شما خیلی خیلی تشکر کرد. شما لازم هست اون رسید به من داد، بعد من پول آورد به شما داد. شما با اون آقا بگو دوز کلات برد. دین؟ یس؟ خدا رو گردان میدید قربون شما دوز کلا برد آری بیدر چی سایت همه تو بسولش کرد یس 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 هنوز نو تشکر من از شما خیلی تشکر کرد تشکر گوش کن من الان پول ایران هم را نیست بعد پول آورد داد اونجا به شما انعام داد وقتی پول نی شما نو شما لازم هست شما این سگ برد گردش بعد فلنگو من این سگ برد تو ماشین چون بکن دیگه بلاخره ما نفهم دیگه سگ یک کامل جهتون چطور میگم چون بودن موخش ها دیگه دیگه چی هست موسیو؟ من هست مامور ما کند و شما برد زندان رضا افخار چرا شما این کار کرد؟ سلام علیکم رضا افخار بلند شو بساطتو جمع کن رد شدن آره بجم رئیس تو دفتر منتظره زود باش بطل نکن رضا خوش برد رضا خوش برد رضا خوش برد رضا جون قربونه دسته این کاغذ بده به مادر چش روی تنام یادت نره یه الله دیگه بلم عدده بگم بچه بگم بگم بلم عدده اصلا بذار من نوکر این سرکار بشم رضا آزاد شدی آره اگه بدی خوبی دیدی ما رو حلال کن زود برگرد یا ما رو چشم من دیگه برگردم خواب نما شدم توبه کردم عهد کردم دیگه آدم خوبی بشم آره هر وقت پدره توبه گرگ مرگه ناچس بی همه چیز دو روز پیش یه تصویر شیشه‌ای رو جای یه تصویر شما مقصود اسمال غالب کرد حالا دیگه واسه ما خواب نما شده بله بله حتما در اولی فکر سلام علیکم قول میدم خودم مطمئن باشید بسیار خوب سلام علیکم خدا حافظ سلام علیکم جان سرفان سلام علیکم سلام وای به حالت اگه یه مرتبه دیگه با این آتشخالا بیارن از اینجا چک جان سرفان اگه دستان ببارن نه ممکن است طرف این کارا برن جان سرفان اگه نصیحت های شما نبودا ما هیچ وقت جان سرفان به اینجا نمیرسیدیم اجازه بدین دست شما رو ببوسم جناب جان دست شما ببوسم چک جناب سرفان من آدم گمراه بدبخت بودم جناب سرما اما حالا دیگه آدم شدم شما باعث شدیم من آدم بشم من باید پای شما رو ببوسم جناب سرما اگه اجده ندینا میز کار شما رو ببوسم چف اتاق رو ببوسم اتا میرم این سرکار رو ببوسم جناب سرما اتا دیوار اتاق شما رو ببوسم کافیه من نوکر شما حق بازی کافیه چش جناب سرما من نوکر شما جناب سرما لباساشو بهش بدیم بیا جان سر من نوکر شما بیا اینجا رو امزا کن ای دودی دستت رو ببستم جناب سر ما نمیخواد اینجا رو امزا کن چش اینجا رو امزا بکنم بله بله همیشه بفرمایی جناب سر من بهتون قول میدم دیگه این طرف رو پیدام نشه بهتون قول میدم دیگه با این آتشخاله این طرف رو پیدام نشه وای به حالت اگه دفعه دیگه با این خرت و پرتا بیارن از اینجا چک جناب سر من نوکر شما جناب سر ببینیم و تعریف کنیم حالا میتونم برم بله آزادی لباساتو از سرکار بگیر و برو جناب سر من فرمودن آزادی نوکر شما ببخشینا قربونش سعی کن آدم بشی چک جناب سر فهمیدی؟ بله حتما قربونش من آقا رضا با هم رفیق اون آقا رضا هم با من رفیقه قرار امروز از زندون آزاد بشه این آقا رضا کیه؟ من آقا رضا با هم دیگه کلا چیز کلا میفروشه؟ آره کلا میفروشیم آره اونها شش اومد خب اینم بیا بیا بگی ببینم بعد من خیلی خوب رضا جون میخوای یه دونه جارو بخرم واسه ننه؟ نه ننه جارو برقی داره آره بگی ببینم قربونت بعد من بیا بگی خیلی خوب بزن بچه ها کی من بزنم بچه آره تو بزن بچه ها یال گردی
بازم که وایستادی؟ برو تا ننم نهیده تد برو ده من که وان از دادم بفرما نشستم بیا اگه بتا یه سود پود نزنه یا اگه میخوای سود پود نزنم باز سود دیم آخه تو چیه جونه من میخوا بچه؟ یه جونه بر آخه بازه چی میزنی ده؟ همهش منو میزنه بسیاره منو که تو را از زندون آوردمت بیرون چقدر چاق ما بای ننه من شبازم سیاه شده بود واسه تو چی رو چاق شده خدا نکنه بیا نکنه تو بنوزم بشین چرا خستم بیا بشین الان خستگی در میره تا منم دارم بسن تو چای داغ بیا ننه تو که منو پشتی آخه خدا نکنه بکرت برم الهی بیبی راستی ننه نگفتی که این همه مدت تو کجا بودی رفته بودم بندر بندر تمام این مدت چشم رو چشم نذاشتم منه همش کار کردم خب انصافا اونام پول خوبی بهم دادن و خودم گفتم آقا رضا همه چی رو به راه میشه دیگه تو هم آدم حسابی شدی اما همچی که هامو گذاشتم تهرون و یه چشم به هم دادن چمدونامو بردم برای خدا مرگم بده نمیدونم ننه تو نمیدونی مردم چقدر حق باز و کلک و هفت قد شدن چرا نمیدونی؟ اگه بدونی چه سوغاتی برات خریده بودم به انصافا همه شو بردم این حرفا چیه ننه جون من که توقع سوغاتی ندارم حالا اینقدر خود تو ناراحت نکن فدای سرت آخه هیچی واسه هم نذاشتن ننه اب ندارم فقط همین یکی تجربه مونده یه ریز تلاست قابلیت شما رو نداره ولی خب از آف گذشتت ننه جون به نوعی فداد چم دست درد نکن من فقط از خودم میخوام دومادی تو رو اگه چمدونامو نبرده بودم خب پسرم ایشالا به سلامتی کی دوماد میشی اگه خدا بخواد برنامه آینده اینشالا قربون اون لپان چاقت برم ننه جان آخه ننه جون عروسی خرج داره اونم چه خرجی واسه همینه که از صبح تا شب دارم خودمو با آب و آتیش میزنم ننه جون واسه گل روی دختره اینه یه چابش بونه ننه جون خیلی خاطرشی میخوام یعنی اصلا خاطر خاشم اینشالا مبارک باشه پسرم خدا به پای هم پیرتون کنه دادی دایی بیا نه جون گربونش برم ننه جون خدا نکنه ننه جون حیف که دست و بارم خالیه اگه شانس بزنم و خدا بخواد پولدار بشه من چی رو برام میشه ننه جون یه ذره روغن به اون موهای فرفری بزن تمام دخترها عاشق میشن برام قش و ریسه میرن برگر کمرم داره گر و گر و گر چیشمو ببینگر و جر و جر بسابتون میرسم چی میخوام صورتم رو صاف بکنم که مگه از روش باکس باد بکنه مادم بابا ننه چون چه داره ای سوت میزنه ها چی میدونم ننه گفتم سوت ندارم من یه زر پر اگه داستان باید برسه بدونم با چه معاملهی بکنم بذاره صورت هم بترشم ننه جون دلم واسه یه چی که شده این آرتیسته که برای دختر دلش تنگ میشه با حالا کجا میخوای بری؟ اگه ایزه بدی ننه جون میخوام برم ببینمش آقا قید وقته که جمالاتشو ملاحظه نکردم ننه جون برونه تو برم ایشان خب ننه جون خداحافظ کفشام با اجازه به سلامت نیومد دیوار برم بالا مریضه از کجا میزنه بچه چیکار کنم حوصلم سر رفت داره که حوصلت سر رفت گم شده نزار دستم رود بلند شا باشه باشه دوست نکنم چی میزنه که بزنه که جون در بیاد ببخش بفرمی قربا
مادر شد. یعنی چی آقا؟ بی خود مزاحم نشی. صدات که میشنوم عادی نمیشه. اما تو که ندیدم خبرش. ایو رزو توی خدا مرگم بده. حالت چطوری؟ خدا نکنه دخمن نوکرت. خوبی خوبی، اینقدر زبون بازی نکن. تو نمیری دنبال کارهای تجارتی خودم بودم. بسه بسه، چخان بازی رو بذار کنار. گوش کن عقل جون. تو گوش کن، من میترسم آخرش حاج آقا منو بده به یکی دیگه. ده کی؟ ده مگه علکیه؟ من دارم خودم با آب آتیش میزنم که بساط عروسی جور بشه. اون وقت تو حرفت بی‌وفایی میزنی. ببین بذار یه کلام بگم و راحتت کنم. هر چی زودتر پول عروسی رو جور کن و با حاج آقا تینا پاشو بیا اینجا. وگرنه چی؟ من دیگه نمیتونم جلوی قرقره بابامو بگیرم. باشه خانم پس دیگه نمیام تا پول عروسی رو جور بکنم. امیدوارم دوباره سه ماه دیگه تو عقدم نخه جون نکشی. چی شد رضا؟ سیاه رو آجی فیروزه؟ فکر کنم سال یه روزه. بفرمایید. ببخشید داشت خیلی معذرت میخوام. این طرف کی بود؟ کاری کوبالتم خواننده بین‌الملل. کدو تنبل بین‌المللی. اگه منو میگی که نمیشناسم. خب قربون ایشون هر شب چقدر کارته من؟ 5000 تومن. علی 5000 تومن؟ رضا خیلی پولا. انجنگوش میشه یه وقت. ما چون از دیگه رو کم تره؟ رفتم که خواننده باشم. آره داره موزم میخوره.
حالا برای شما یک آهنگ ایرونی کراسانی کن که امیدوارم شما خوشتون آمد. از عشق روی ما هست، از عشق روی ما هست، دل باز می پلیشه، هرچی می خم حقی رو، هرچی می خم حقی رو، بوسه کنم می خم خود نو بزو خون خیلی نو شد رزنو لبم اون چکنم شرق تو شد رزنو دل تو سنگ دل تو به دست امو بده تا به برقی رقی به خورد پروش آمزنو نمیشه 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 جزمو هرچه میخوای مو مدمت جزمو هرچه میخوای مو مدمت تو برای یک دونه جز ما رو مقدر مکنه نمیشه 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 باقشم بلد نیتون ولی اگه کارمون اینجا بگیرم مستد یه دست لباس نو به نو به نو بخرم لباس نو میخری برام؟ آره لباس نو بخرم کی میخری؟ بگو کی میخری ها؟ چی اومد؟ خودمونه بکنی چطور بود صدا؟ سلام ماد مازی سلام قربون شما قربون شما تو خونه راجب اون صحبت میکنی بعد از شام رفیقا معرفی میکنم تو گاب کرامت میخونه بله یه فکری براش میکنم یه فکری بسر میکنم خب با من بیا با ایده دارم گود بای 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 برنه نگاه اون دست شد گرد میتونی کنی کی؟ چی من اگه میکنه؟ مشروح نه بیشی ندیده نه آقا خودت هم دراش خودم در خدمتم میخواستی در بری؟ نه آجه نه آجه نه آجه کتا تو در بیاش نه
بشین. بیا. بیا اینو داشته باش. البته میدونم خیلی ناقابله، ولی بهت قول میدم از همه چیز بی نیازت کنم. سلام. من تو خونه نرفتی؟ منتظر تو بودم. منتظر من؟ اینجا منتظر من بودی؟ بگو ببینم. خوش گذشت. جای شما خالی بود. خنگ تو دیشب تا حالا خونه اون زنه چی کار میکردی؟ داشتم راجب قرار داد. خب چی شد؟ تمومش کردی؟ واسه من لباس نو میخری؟ آره تموم شد. ولی من دیگه آواز نمیخونم. چی؟ من به دور پدرم میخندم آواز بخونم. میبری؟ ببینم فن لباس من چی؟ اوه اوه چه سنگینه. جونم چی گریه چی کندمش بارمون دفت شایی پرمون. ما اینیم دیگه، ما اینیم. دست بزنی، دست بزنی. بارمون منم برو دیگه. ما شالله به خودم، ما شالله به خودم. چه سنگینه، مردم از گردن کلوفتی. آیا اون میکرم؟ هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن پنجره تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد آقا استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد. درسته که پهلوانی به زور بازوه، ولی ارثی هم هست. آره آیا اون بندره که میبینی نواده دختری ستحتن ردزاتم؟ راست میگه، منم نواده ست حسین بنده. پهلوان اکبر خراسونی هم دایه مادر بنده بوده. شاید شما ها هیچ کدوم باور نکنید. اجماعت صلوات بلند قرض کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره شاید شما هیچ کدوم باور نکنید، ولی همه مردم اینو میدونن. آیو موقعی که مرحوم پهلوان اکبر خراسانی، یعنی دایی مادر بنده، وارد گود می شده و به قدرتی خدا سردر زورخونه می رفته بالا. آره راست میگه، می رفته بالا، بعدش هم شیجه می اومده پایی. اجمان صلوات بلند خط کنید. اللهم نتوان شد به سهل آسانی پهلوان اکبر خراسانی. کچله رفت پیش سلمانی. میگه پسر کوب ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. چه مردی بود که از زنی کم بود، برادر زن میخ سندان. چرا میزنی؟ آیو بنده گدا نیستم، بنده پهلوان اکبر خراسانی دایی مادر بنده بوده. من با فیل کشتی گرفتم، من تو قفس شیر رفتم، من خر بالا پاشتمون بردم. آره راست میگه، منم سوارش بودم. آن وقت شما تو معرکه من چندر قطبور ریختی؟ بابا ای بالا، هاشا به مروفتتون، هاشا به کرمتون، هاشا به مردانگیتون، هاشا به معرفتتون. حالا گریه نکن، بیا یه قرنی رو من بهت بدم. آقایون به من عاجز کمک کنین، شب جمعه است، شب خیراته، قسط ماشینمون عقب افتاده، لامپ تلویزیونمون سوخته، اگه میخواین زنجیر رو پاره کنه کمک کنین، تا میتونین کمک کنین که اونم تا میتونه زنجیر رو پاره کنه. ببین این پولا بسته پهلوان. ها خبر کنم، 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 خبر کنم،
برو اون زنجیر برد بیر بینه شکر پرد چش چش زنجیر برکنه بیا اینم زنجیر آیون این زنجیر خوب تماشاش کنین بعدا نگین قلابیه خوب تماشاش کنین چشم بندی نیست همه تون تماشاش کنین دیدین هیچ عیبی نست تو این زنجیر نیست بیا ببن ببن میرم بچه خوب ببنده زفت و محکم ببن همچین ببن که بتونم پرش کنم یارو بگیم هر کی میخواد این زنجیر پاره شه سلامت بلند خط ماشاءالله توی یه مجموع پاره میکنم اینکه چی داری؟ قربونم اتون برابو خودم برو کنم آهای پهلوون پهلوون اگه راست میگی من یه زنجیر دارم میارم پارش کنی 100 تومن بهت میدم نوکرت هم هستم آقا فرمودن یه زنجیر واسه شو پاره کنم 100 تومنم بهم میدن برو زنجیر تو برد بیداش 100 تومنت هم حاضر کن برو نوکرت هم ما از این بیدا نیستیم که این باد رو بلرزیم آقا خود زنجیر واسه پاره کنم هرچی کنه نداره خب بریم سر کار بعدیمون بعد رفتالا واسه ما زنجیر بیاره سدیر به دست کنم برو کنار آقا آقا برو کنار واسه کنار برو کنار آقا برو کنار خب داک زنجیر تو آوردی؟ این از زنجیره زنجیر آقا رو نگاه کنی برا ما فرقی نمی کنه ما از این بیدا نیستیم که این بادا بلرزیم به من زنجیر تو آقا اما شما خودتون حساب بدین آیون این زنجیر دلار رو به فیلم ببندی نمیتونه پاره بکنه ما زور خودمونو میزنیم انشالله که پارچ میکنیم فردی چاری بادی آقا زنجیر پاره بس آقا تموم شد سریع تو رد کن بیا بذارش پیش شاگرد من که آخر در زیرش نتنی داشت حالا زمایون ما رفتیم سر پاره کردن زنجیری که این آقا واسمون آورده 100 تومنم به همون پول داده باشه باشه حالا باید چیکار بکنیم باید چیکار بکنیم این زنجیر پاره کنیم ای بالا ای بالا ای بالا هر کی میخواد این زنجیر پاره بشه تنوات بلند خط بکنه بر بد و بد جوش اگه میخوای این زنجیر پاره بچه ناپاک و حرومزاده از معرکه بره زور بازو و پهلوانی به حرومزادگی و حلالزادگی مربوط نیست یا زنجیر رو پاره میکنی 100 تومن میگیری یا هر چی جمع کردی ازت میگیرم چشم خدا جون هرچی مرد پاره نمیشه جون تو پاره نمیشه یا پاره میکنی یا هر چی جمع کردی آزاد میگیرم بله خواه آیو ما یه زور دیگه هم میزنیم آیو این زنجیر پاره نمیشه این زنجیر رو فیلم نمیتونه پاره بکنه چه برسته به من والا پاره نمیشه بلا پاره نمیشه به خدا پاره نمیشه آیون آیون این زنجیر پاره نمیشه به خدا پاره نمیشه
شما بود. الهی مملی قربونت برید. هنوزم خوب میتونی مردم این دور زمونه رو رنگ بکنی. دیگه نمیشه. نه مردم رنگ میشن، نه من کسی هم که بتونم مردم رو رنگ بکنم. دیگه تمام شد. نمیدونم چرا دنبال هر کار میرم به خنسی برم. یه عمق قلمو گرفتم دستم و مردم رو رنگ کردم، اما حالا سر تا پای خودم تو رنگ دم بغداد جریانو میگم، راستش بهش میگم. بالاشو بریم با من لیاقت تو رو ندارم، به خدا ندارم. همه یه حرفایی که تا بال بهت زدم دروغ بود. من حاجی‌زاده نیستم، یعنی اصلا بابا ندارم، فقط یه مادر پیر دارم. ملک و املاکم ندارم. میدونی من چی کنم؟ من یه حقه بازم، من یه کلاهبردارم، من یه بیشرفم، میفهمی؟ من اصلا به این حرفا کاری ندارم، بهت اونس بحثم، دوست دارم. چرا اینو نمیفهمی عقدم؟ آخه من نمیتونم زن بگیرم. چرا نمیتونی؟ واره نمیتونم، به پیر نمیتونم، به پیغمبر نمیتونم، نمیتونم. لابد دختر دیگه ای رو زیر سر داری. این حرفا رو هم داری میزنی که من از خودت دل سرد کنم، اما من تو رو دوست دارم. آخه تو از چیه من خوشت اومده دختر؟ نمیتونم. عشق بکنم بلنشه بریم خونه، دیر شده حاج آقا دل نگران میشه. چیه؟ چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ هیچی، پشه بریم. نمیری تو؟ شما اگه خیلی از دیدن من خسته شدین میتونین تشریف ببرین. خیلی خوشگلیم. کی؟ همون دختر. دختره کی؟ دختره دیگه. منو رنگ نکن رزا، اونقدرم که تو فکر میکنی من خر نیستم. میدونم که الانم عجله داری خودتو بهش برسون. خدا شاهده اشتباه میکنی، دختر دیگه ای تو کار نی. از قول من بهش بگو که نمیذارم این لغمه چرب از گلوش بری پایین. اونقدر گلوشو فشار میدم که خفه بشه. آخه کسی نیست که تو بتونی خفش بکنی عقده. چیه؟ ناراحت شدی گفتم خفش میکنم؟ تو حالید نیست چی داری میگی؟ سلام. بعدا خودت میفهمی که اشتباه میکردی. در حال آرزو میکنم خوشبخت باشی. تعقیبش کردم. من که خیلی میترسم. لازم نیست بترسی،
خودتو اونقدر شیک کن تا خجالت زده شون بکنی. این انگشتر الماس یادگار مادرم، اینم دستم میکنم و اونقدر جلوی چشاشون میگیرم تا کوشه. آخه بریم خونه دختره بگیم چی مادر؟ میگیم اومدیم خواستگاری برای داداشم. سلیقه دار صاحب جمال کجا؟ ای صاحب پول الان کجا؟ بیا ببین که نقل یار بردم، از سلوخون با التماس آوردم، درشتاش چیدم و گردو خالی دوزار میدم و گردو. یاد نکن که هرچی گرد گردوز، مغز نداره در میون هر پوز، پوز جنده و بی درد سر آوردم، از سلوخون من نقل تر آوردم، درشتاشو چیدم و گردو ولی دوزار میدم و گردو. فتاده مشهدی یوسف توی شاه زنختونه، مولا از خوشی تو نداری، چرا باید این شاهی میونه ره گذر چیدم و گردو ولی دوزار میدم و گردو. قدیم که پول کم در میخواد خریار، یادم میاد گردو یه فالی زنار، پوز جنده و میدرد سر و بردن، از سلوخون من نقل تر و بردم، درشتاش و چیدم و گردو ولی دوزار میدم و گردو. یالا من به واسطه تو چم کنم اینا. واسه چی؟ واسه اینکه کار کنم. چرا تو میگی من دست کنی؟ ها؟ واسه کلام اینا نمیخوام چیزی بگم. ها؟ چرا بفرمایید چای میل کنید. دست شما درد نکنه. چرا زحمت کشیدی؟ نداره. پس دختر خانومتون کجا هستن؟ دختر خانوم؟ راستش ما اومدیم خواستگاری دختر شما. من دختر ندارم. عجیبی. آقا رضا به ما گفتن تو این خونه یه دختر خیلی قشنگی هست که میخواد شوهر کنه. رضا هم چه حرفی به شما زده؟ باور نمیکنی؟ حتما شما اشتباه میکنی. ایوا خانوم جون اشتباه چی؟ رضا نام زدم. آخه رضا الان آه در بساط نداره، مخصوصا این چند روزه خیالش انقدر ناراحته که حد و حساب نداره. تو رو خدا شما دیگه سر به سرش نذاری. شما از کجا میدونی؟ من مادرش هستم، اگه من ندونم کی باید بدونه؟ ای وای، شما مادر آقا رضا هستی؟ باور نمیکنی؟ پس شما مادر شوهر من هستی؟ اگه رضا با شما عروسی کرده باشه بله. خانم جون خیلی میبخشین مزاحمتون شدیم. راستش من نمیدونستم رضا وضع مالیش بد شدی، فکر میکردم از من سیر شده و دختر دیگه ای پیدا کرده. حالا میتونم از شما یه خواهشی بکنم؟ چه خواهشی؟ لطفا اینو بدین بهش. ولی آخه... آخه نداره مادر جون. پس اسمت چیه دخترم؟ اقدس. ولی تو رو خدا اسمی از من نیارین و نگین که منو دیدی، چون نمیخوام بدونه که من کمکش کردم. حالا هرچی خودتون صلاح میدونین بهش بگین، اما یادتون باشه همونطور که گفتم اسمی از من نبرین. باشه؟ خیلی خوب باشه. خداحافظ شما. خداحافظ. به امون خدا. خوش اومدین. خدا بفرمین تو. زحمت نکشه. اختیار دارین. چه زحمتی؟ مشرفم. سلام.
پریشون و لالون بفروشش پولشو بزن به زخم کارت. پول این چه دردی رو دوام میکنه؟ نه خیار میکنی چم میخرم اش 30,000 تومن. چه؟ چقدر؟ نگینش الماس اصله، ببین چقدر درشته. دست بردار ننه، تو دیگه ما رو رای نکن. ما خودمون گنجش که میخریم جای فلکس برگون به مردم غالب بکنیم. ما خودمون این کاره ایم ننه جون. خودت چی کاره ای؟ هیچی بابا هیچی. از کجا آوردیش؟ داشتم نماز میخوندم، سر نماز دعا میکردم که خدا گره از کارت باز کنه. یه مرتبه دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه فرشته اومد تو، اینو داد به من، گفت بدمش به تو. بعدشم رفت. ببین چجوری میخواد برای رنگ بکنه؟ آخه ننه تا که راشم بلد نیست ننه چون، اگه بخوای اینجوری کار بکنه همون قدم اول لا میریچه. واسه چی لو میرم؟ آخه قربون شکل ماه تا پلت برم، فرشته نمیاد در حیات تق 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 در بزنه که. فرشته پرد دنه ننه جون، هر جا باشی همون جا از آسمون ناظر میشه رو سرت. بز این اگه خواستی این کارو بکنی بیا پیش خودم درست روان کن، اینه ما چت وامشه. هر کاره یه رای داره ننه، یه بلدی میخواد، همینطوری که نمیشه که. من که نمیفهمم تو چی داری میگی رضا. اما من میفهمم تو چه میگه قربونه شک ماهت برم. حالا چی کار میکنی؟ میبری بفروشیش یا نه؟ اگه راستشو بخوای من از این کارا دست کشیده بودم، اما حالا که تو اصرار میکنی قبول دارم. باشه، حرفی ندارم. اما مواظب باش ارزون نفروشیشا. ننه تو دیگه واسه من اوستایی نکن، من خودم اوستای این کارم. چشم به هم بزنیم 50 چون قابش کردن. اگه 50 تا بخرم که خیلی خوبه، تمام گرفتاریات رفع میشه. آره امروز دور میتونیم با پولش یه چلو کباب حسابی رو برا بکنیم. به خدا توکل داشته باش ننه، منم برات دعا میکنم. خیلی چند میدیم؟ 65 تومن آخرش. 65 تومن؟ بله 65 تومن پول نیست داشته من. نه 65 تومن گروه نده با شما بهش بکارم. بلش کن بابا مخش کفر زده. خیلی خود باش 50 تومن خیرش رو بینیم. نه نمیخوام گرونه. چیره نمیخوای گرونه؟ چجاش گرونه اتا؟ ما 40 تومن بیشتر نمیخوام. خب 40 تومن خیرش رو بینیم. چون مادرم مریضه رو میگه قیمت میدم و اینه این کارا نمیکنم، تمام ترنه به گردی ها لنگش گیر نمیاد. یعنی مادرم مریضه دارم بهت میدم، اینه اینه واسه خارج آوردم. چند نفر خواستن ازم 50 تومن بخورن نفروختم، چون شمایی به شما دادم. قربونه تو خیرش کنی فرقا قربونه بیایی که مریم با نه قربون دسته فرقا بسن بریم. سرکار جون ایشونه بله شما، ایشون از خوش شکل. آخه من کاری نکردم که درکه برای جان کرده. جون شما درک کردم، من کاری کرده. من میخواد پول آبه به من میخواد که کلک بشه لفت. تو هیچ کلکی نمیتونی بکنی. آخه میبینه جناب سر، خدا شاهد این انگشتر رو مادرم ده. مهم نیست که مادرت بهت داده یا پدرت، چرا میخواستی اونو بفروشی؟ جناب سر، بنده آدم باوری هستم، به لباسم نگاه نکنی. چند میخواستی بفروشی؟ همش 5 تومن جناب سر. 40 تومن قربان، 40 تومن زمینه پرونده است. هم بهش گفتم 5 تومن، خودش گفت 40 تومن. گفتم بابا 5 تومن کافیه. سلام. گفت نه میخوام 40 تومن بدارشون. بفرمی جناب سروان، دزد جواهرات ما رو دستگیر نکردی؟ رد پاشین رو پیدا کردیم، فردا پس فردا پیدا میشن. اگه جواهرات به مغازه برنگرده به کلی ورشکست میشن. هیچ جای نگرانی نیست، تمام دزدا شناخته شدن، مامورین دنبالشون هستن، ما تا دونه آخرش از چنگشون بیرون میاریم. این انگشتر چیه جناب؟ سر معامله مچشون گرفتن. میتونم یه نگاهی بکنم؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
فوق‌العاده. چی؟ انگشتر کم نظیریه. قشنگ میارزه. 30-40 تا رو خیلی خوب دیدی؟ بفرمایید جناب سروا. دیدین ایشون چی گفت؟ منم که 40 تا بیشتر به این آقا نفروختم. ایشون هم که این کار اصلا اهل فنه. پسر خاله منم کنید میگه 40 تومن دیگه. 40 تومن نه آقا جان. پس چقدر؟ 40,000 تومن. از همکاریتون متشکرم آقا. بازم به ما سری بزنید. لطف کنید. خدا حافظ آقا. دستم جان شما چی گفتیم من دستم بزنم؟ این انگشتر از کجا آوردید؟ جناب فرمان یه فرشته داده بودش به مادرم. مادرم دادش به من گفت 30-40,000 تومان قیمت داره. اما ما رو بی اعتقاد باور نکردن. مادرش بیارید اینجا. جناب سروان دختره گفتی انگشتر رو بده رضا بفروشه اما نگو که اقدس؟ آره اسمش اقدس بود خودش به من گفت اسمم اقدسه دختره رو فن بیارید اینجا بله قربان این انگشتر از مادرم به من ارث رسیده پس چرا دادینش به آقا؟ این آقا نامزد منه چند روز دیگه با هم عروسی میکنیم بنابراین هرچی که من دارم متعلق به اونه منو به عنوان هدیه نامزدی به نامزدم دادم شما باید به صاحب اصلیش برگردیم یعنی به ایشون مطمئن هستین که اشتباه نمی کنین؟ کاملا خب دیگه با اجازتون ما مرخص میشیم چون خیلی کار داریم باید بریم خرید عروسی را بیفرزا جون بریم عزیزم بسیار خب منم زیاد معطلتون نمی کنم سرکار جون سرکار دستبند و باز کن کارش کار کن سرکار یواش 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 بفرمین آقا این انگشترش بونش آرزوی خوشبختی برای هر دوتون داره بونش مبارک این انگشتر فقط به دست تو برادر جناب فرمان با اجازه شما تشریف بیارین خوش آمدید بفرمین انگشتر بیار دیگه بفرمایید متشکرم نگیش بسیار از رنگش زیاد خوشم میاد بیار دیگه خانم به این رنگ دنیا رنگ ها به جهان خیلی زرنگی خوشم میاد از وقتی که آوردمش پیش خودم فروشم دو برابر شده مشتری رو دست خالی از در نمیفرسته انگار موره مار داره همه شیفتش میشه حاجی جون شانس آورده دوماد خوبی نصیبت شده بله بله همینطوره حاجی جون بیا و تو عالم رفاقت یه محبتی در حق ما بکن چه محبتی آجوا این محمد آقا رو بفرستش بیاد در حجره ما از تو چه پنهون سلیه دیگه دم بخته منم که دنبال یه جوون نجیب و سربرا میگردم والا من حرفی ندارم دید خودشم راضیه یا نه اونش با من راضیش میکنم دیگه وقتشه که این جوون سر و سامون تو هم رفتی قاطی مرغ اولی نونه دفته تو رو لفه مقون چکنم شرق گوشه